توی قابل می دو لیوان شکر میریزم، بعد میذارمش رو حرارت مامان. خب حال گذاشتمش رو حرارت، نگاه شعلش باید یک کمی بیشتر از او شعله باشه که باهاش برنج دم میکنیم. اصلا هم همش نمیزنم، نگاه به جایی که همش بزنم هر دو دقیقه یه بار اینجوری فقط شکرها رو جا به جا میکنم، یعنی قابلمه رو اینجور ایور بر میکنم. اصلا همش نمیذارم تا این شکرها شروع کن به ذوب شد. خب حالا تا شکرها رو حرارت هست، من چیه دیگم آماده میکنم. دو لیوان آب دارم، دو قاشق غذاخوری هم نشاسته بهش اضافه میکنم. ها بعد قشنگ خوب همش میذارم که نشاسته و کامل تو آب حل بشه. خب یه دست کشوت میذارمش کنم. حال توی ظرف دیگه یه قاشق غذاخوری گلاب میریزم، یه قاشق غذاخوری هم زعفرون دم کرده غلیظ، نگاه چقدر غلیظه. ها بعد یه مقدار پودر زعفرون هم بهش اضافه میکنم، چون باید خیلی رنگش پر رنگ باشه. هی رنگ زعفرون داریم، به جای پودر زعفرون رنگ زعفرون بزن. خب حال دوباره اومدم سراغ شکرا، نگاه شروع کرده به ذوب شدن. تقریبا این من 10 دقیقه یا یه ربعه که گذاشتمش رو حرارت، ولی هنوز همش نمیزنم. راستی من قابلمه هم عوض کردم، خاطر قابلمه قبلی و خیلی سنگین بود، پدرم در مده بود. نگاه الان دوباره 10 دقیقه دیگه گذشت، نگاه بیشتر ذوب شده، ولی هنوز زوده بر هم زدن، هنوز فقط قابلمه رو ایبر اوبر. خب بچه ها نگاه، من اصلا همش نزدم و همش هم جوری. الان دیگه 3/4 شکر ها ذوب شده، دیگه الان میتونم همش بزنم با قاشق چوبی. خب الان آروم آروم با قاشق چوبی همش میزنم، نگاه چجوری نرم شده، باید کامل کاراملی بشه. حال دیگه آماده شد، نگاه چجوری مایع شده. الان وقتش که نشاسته رو بهش اضافه کنم. اول زیرش رو زیاد میکنم، شعلش میذارم رو متوسط. نشاسته هارم اول هم میزنم چون نشاسته ها تهنشین شده، بعد که خوب هم خورد حالا بهش اضافه میکنم. بچه ها این مرحلهش خیلی خطرناکه، حواستون باشه، هی بخار میده و اینا، ممکن دستوالتون بسوزه، مواظب خودتون باشه. نگاه همه نشاسته ها بهش اضافه میکنم، بعد مثل سنگ میشه، اصلا باش زور و ضرب علکی نزنی. وقتی که زیرش زیاد باشه قشنگ آروم آروم که هم میزنی خودش هم میخوره و زور میشه، اصلا نمیخواد باش زور و ضرب بزنی که دستون بسوزه. میگه الان من یک کم همش زدم، خودش داره حل میشه، داره ذوب میشه توی نشاسته ها. اصلا نگران نباشه، فقط شعلش زیاد باشه، یعنی متوسط باشه. خب الان من بعد کلی وقت که هم زدم با حوصله تماما شکرش ذوب شد. بچه ها ممکنه یک کمی خورده ریزای شکر توش مثل گله گله بشه، ولی اوکیه، همجور هم بزنید اونا هم ذوب میشه. خانگاه الان یک کم خودشو گرفته، بعد که اینجور خودشو گرفت حالو دو قاشق غذاخوری روغن جامد حیوانی بهش اضافه میکنم. بچه ها نهیم با کره و از روغن نباتی ها اینا جایگزینش کنینا، عطرش به همین. حال همش میزنم تا یک کم غلیظ بشه، روغن کامل به خوردش داره، تقریبا غلیظ شده. الان دو زعفران گلابوی که با هم قاطی کردم بهش اضافه میکنم، یعنی میشه دو قاشق غذاخوری. الان همش میزنم که زعفرون کامل به خوردش داره. بچه ها تمام رنگ این حلوا به زعفرونشه، به خاطر هم گفتم زعفرونش زیاد غلیظ باشه، هرچی هم بیشتر هم میخوره زعفرونو بیشتر رنگ میده. خب بعد که یه مقدار هم زدم، نگاه چجوری غلیظ شده. حال یه قاشق غذاخوری پودر هل بهش اضافه میکنم. بچه ها پودر هلش باید زیاد باشه، دستون نلرزه، باید به اندازه باشه که کل خونتون مثل خونه ما که الان بوی عطر هل پیچیده ها، باید کل خونه بوی هل بپیچه. همسایه ها باید بفهمن چون پودر هل زدی. خب نگاه الان دیگه کم کم داره حلوامون شکل میگیره. الان انواع مغزجات که دوست دارم بهش اضافه میکنم. من یه مقدار پسته خرد شده میریزم، یه مقدار گردوی خرد شده، یه مقداری هم بادام خرد شده. بچه ها این حلوا معروف به حلوای ملکی هست، به خاطر که هم پر مغز هم پر زعفرونه. دیگه ای که چقدر مغز توش بریزیم بستگی به خودتون داره، میتونیم بیشتر بریزیم میتونیم کمتر. حال مرتب همش میزنم که کامل جمع بشه، دیگه اصلا به قابلمه نچسبه. خب حلوامون دیگه آماده شد، نگاه از کجا میفهمم آماده هست، میبینی اصلا دیگه به قابلمه نمیچسبه. بعدم یه جوری انگار مثل چسب مایع هست و همش غلیظ غلیظ شد، هم چسبید. نگاه چه جوری هم کش میاد، حلوا باید هم جوری کش بیاد. دیگه بهترین حلوا شد. حالا دیگه زیرش خاموش میکنم، آماده شد. الان تو ظرف میریزم هم نگاه کنیم،
اصلا جدا نمیشه، میبینید پاره نمیشه، کاملا کش میاد. یعنی حلواتون عالی شد. حالا یک کم پودر هلمی پاشم رو سطحش رو با انواع مغزا تزیینش میکنم.